اگر ما الان بحث رفت آمدهای دیپلماتیک زیاد میشه و متقابلا بحث های منطقه‌ای هم هست، شما دیدگاه های روشنی رو در قبال یمن، فلسطین و موضوعاتی از این دست، عراق، افغانستان، اینها دارید. در فضای جدید آیا این معادلات تغییری خواهد کرد یا همچنان استمرار پیدا میکنه؟ ببینید، ما یک اصولی داریم، اصول ما هیچ وقت تغییر نمیکنه. تو این مذاکرات هم معلوم شد که این اصول تغییر نکرد، یعنی اصل ما به ما میگفت که ما برای توسعه کشور نیاز داریم به غنی سازی و روش وامیستیم، ما نیاز داریم به تحقیق و توسعه روش وامیستیم، ما راکتور عراق رو میخواییم تکمیل خواهیم کرد، ما فردو به دلیلی درست کردیم باید باز بمونه بازمون. بنابراین اصولی که ما داریم رو اون اصولمون در منطقه هم وامیستیم، اما حتما توافق فضای جدیدی رو ایجاد میکنه برای حل سیاسی سریعتر مسائل. ببینید، یمن راه حل نهاییش سیاسیه، سوریه راه حل نهاییش سیاسی، تمام اینا مسائلی که ما داریم راه حل نهاییش سیاسیه. بنابراین یه مقدار فضا تسهیل میشه برای اقداماتی که میخوایم انجام بدیم، اصول ما هم سر جای خودش محفوظ خواهد بود. اگر ما این تفکر که ما در برابر دنیا دو راه بیشتر نداریم، یا تسلیم هست در برابر دنیا یا شکست دنیا هست، این خیلی منطق پشت سرش نیست. یه راه سوم هم وجود داره و اون تعامل با دنیا هست، البته تعامل سازنده در چارچوب منافع ملی و توافق برد برد. من به جد معتقدم، همیشه معتقد بودم، توافق برد باخت اولا شدنی نیست، ثانیاً اگر هم بشه پایدار نمیمونه. توافق باید یک توافق برد برد باشه که ما ببینیم به اهداف اصلیمون دست پیدا کردیم، طرف مقابل هم اگه یک هدف مهم داره احساس کنه به اون هدف دست پیدا کرده، والا اولا توافق نمیشه و ثانیاً توافق پایدار نمیمونه. در این توافق ما سه هدف مهم داشتیم بهش دست پیدا کردیم، طرف مقابل ما هم به اعتقاد من یک هدف مهم داشته و میگه بهش دست پیدا کردم. خب به این صورت هست که یک توافق میشه برد برد، اون هم ادعا میکنه من یه هدفی داشتم موفق شدم، ما هم ادعا میکنیم اهدافی داشتیم موفق شدیم. بنابراین اون چه امروز به دست آمده، ما نمیتونیم بگیم اعتماد 100% داریم، اما اعتماد شما در یک تجارتی هم که با یک فرد یا یک کشور انجام میدید، یک تجارتی مثلا جنسی میخرید میفروشید برای 2 سال برای 3 سال، 100% شما مطمئن نیستید طرف مقابل شما عمل بکنه، اما شما یه مکانیزمی میگذارید که این وسط ضرر نکنید، اگرم او به هم زد شما متضرر نشید، اونم همین مکانیزم در نظر میگیری که اگر شما به هم زدی او ضرر نکنه.